خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر جهان، همچنین هموطنان عزیز ما که در ایران هستن. درست که ما برنامه معمولا ساعت 11 شروع میشه، اما من و مهمان عزیزم برادرم علیرضای عزیز با هم در دعا بودیم در مکانی که خداوند با قلب علیرضا جان صحبت کرد که بتونیم با هم یه برنامه هرچند کوتاه رو داشته باشیم با شما عزیزان. درود میفرستم خدمت برادر عزیزم، سپاسگزارم از اینکه با ما هستید. بفرمایید خواهش می‌کنم علیرضا جان. درود بر تمام ایرانیان عزیز و من جمله مسیحیان عزیز در تمام جهان. درود بر تمام مسیحیان امریکا و تمام کسانی که با ما همراه هستند. آمین آمین آمین. خوشحال هستم که اینجا هستید و میتونیم برکت بگیریم. به امید خدا یک شنبه مریضا جان با ما هستن در کلیسا. عزیزان تشویق میکنم، مشروط بر اینکه مایل هستید خوشحال میشیم باشیم و از برادر عزیزمون بشنویم. پارسال بود در خدمتتون بودیم، درسته؟ پارسال هم تشویق دادن، از کلامشون برکت گرفتیم. همچنین امسال هم به فیض خداوند در خدمت برادرم هستیم. دو این چند روز هم که با هم بودیم تقریبا در دعا و روزه بودیم، بیشتر برای ایران در دعا بودیم که در این روزهای اخیری که میدونیم که نظام اسلامی در این سرنگون شدن هست رو داریم دعا میکنیم خداوند با کمترین خون ریزی در کشور عزیزمون بتونه ایران رو آزاد کنه. نظام اسلامی رو نگو سنگ میشی دفعه سنگ میشی نگو. یه گذشت از نم. حالا میخوام نظر شما رو بدونم در تو ایران، در تو ایران، در تو اپوزیسیون، هر آنچه که میدونم که شما مثل خود من دلسوز کشور عزیزمون ایران هستید، هرچند قلبت مال مسیح هست اما میدونم برای آزادی ایران هم شما فعالیت میکنید. کشیش رسول عزیز، من خیلی کوچکتر از اون هستم بخوام نظری بدم. حالا چیزی که من خودم میفهمم و میدونم میتونم بگم، یعنی من در حدی نیستم بخوام نظر بدم راجب اپوزیسیون یا راجب ایران، ولی حالا شما میفرمایید من نظر خودم رو میگم. خواهش میکنم بفهم. راجب ایران که دیگه مسئله مشخصه، خیلی ها میخواستن که بیان مثلا رژیم رو اصلاح کنن یا رژیم اصلاح بشه، ولی رژیم اصلاح بشه نیست. مشکلاتی هست خیلی زیاد خود رژیم، تو خود سیستم که همه چیز به هم ریخته و 100% میشه چنج رژیم. یعنی اینجوری که داره پیش میره بالاخره رژیم اسلامی سقوط خواهد کرد با این روال. حالا این از این موضوع. موضوع اپوزیسیون ایران متاسفانه اتحادی نیست بین اپوزیسیون و همه با هم مشکل دارن. بجای که دست به دست هم بدن با هم همیشه دعوا هست و مشکل هست و داد و بیداد، و البته این باعث تأسفه چون این باعث میشه که کار بد جلو بره. و من از دیدگاه مسیحیت میگم ما باید دعا کنیم، ما باید در روزه و دعا باشیم که خداوند قلب اپوزیسیون باز کنه به همدیگه، که بالاخره به خاطر مردم ایران هم که شده، به خاطر ایران هم که شده، اینها یه مقدار کدورت ها رو بذارن کنار رو بیان بشینن سر یه میز. آمین. چون مشکلات زیادی هست. من نمیخوام اسم ببرم کدوم اپوزیسیون. بله. فرق نداره، من همه رو دوست دارم. حالا همه با هم دعوا دارن، ولی من همیشه گفتم که نباید اینجوری باشه و تو هیچ دعوایی من دخالت نکردم هیچ وقت. همیشه میگم که باید
آرامش باشه، حالا هر چی هم باشه میشه انسانی که با عقل باهوش بالاخره سر میز گفتگو میشه تمام مشکلات حل کرد. درست. ظاهرا خب خود هر گروهی هم که از اپوزیسیون صحبت میشه، همونطور که چند شب پیش بودیم نزد عزیزانی که بودیم، اینها همشون میل به این دارن که بتونن موقعیتی رو درست کنن که یک دل باشن، اما وقتی جدا میشن مثل این که واقعا مشکل ایجاد میشه و این گونه هستش که نمیتونن در کنار هم قرار بگیرن. اما همون گونه که گفتیم ایمان داریم که خداوند مطابق فیضش عمل میکنه. یه مطلبی رو من اتفاقا گفتم، یه مطلبی رو حدود فکر کنم یک ماه پیش بود، من از فرمایشات شاهزاده رضا پهلوی شنیدم که عنوان میکرد چقدر خوبه که بتونیم برای اتحاد اول شفاف باشیم و بعد در راستی باشیم. دقیقا کلام خداوند هم این رو به ما میاموزه که بتونیم شفافیت رو اعلام کنیم، بتونیم در راستی و صداقت باشیم تا اون جایگاه رو ایجاد کرده باشیم برای سرنگونی نظام اسلامی. خب من میدونم که شما به نوعی یک تجربیاتی دارید در رابطه با به حال مسائل سیاسی، درسته؟ به عنوان یه شخص مسیحی همیشه مثل خود من تکیه بر دعا داشتیم، اما شما اینو چگونه میبینید که بتونن به فرد اپوزیسیون کنار هم بایستن؟ من میخوام خدمتتون عرض کنم که من 2 سال پیش در اپوزیسیون وارد شدم، با آقای فخرآور ما دوست شدیم، با امیر عباس خیلی با هم نزدیک هستیم و شروع کردم به اصطلاح کمک کردم به اپوزیسیون. البته دیدگاه من به اپوزیسیون ایران، من خیلی بحثا هست که نمیشه دقیقا باز گفت چون باعث کدورت میشه، ولی من دو این 2 سالی که تو اپوزیسیون بودم، من مثلا تو 26 سال توی یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکنم، هیچ چیزی بر علیه من نبود تو اینترنت و تو هیچ. تو این 2 سال که من تو اپوزیسیون بودم، صدها سایت بر علیه من نوشتن به زبان‌های مختلف و اینا. البته این چیزی بود که ما به جونمون خریدیم. این حملات زیاد شد، بعد یه گروهایی بودن که می‌خواستن ما رو از بین ببرن تو کشوری که من زندگی می‌کنم، که باعث شد که نیروی امنیتی اون کشور بیاد از من حمایت کنه. خیلی مسائل شد که ما این چیزا رو به جون خریدیم. بعد که درگیری من دیدم که بین اپوزیسیون زیاد هست، واقعا باعث به اصطلاح بگیم اینجوری باعث تأسف هست که این مسائل پیش میاد. بعضیا میان یه چیزایی رو میگن خیلی جالبه، ولی در حقیقت تو دلشون یه چیزی دیگه است. به نظر من یعنی اون بازم اوزمون شفافیت نیست. به نظر من غیر ممکنه که اپوزیسیون با هم متحد بشن. یه چیز غیر ممکنه. من اینو باور ندارم که اپوزیسیون با هم متحد میشه، برای که یه مسائلی هست که دیگه از خط قرمز همه رد شدن. یعنی دیگه هیچ امیدی ندید شما؟ نه متحد اینو حتی به عنوان اینکه بتونیم شاهد این باشیم که سرنگون بشه این نظام، این معجزه میخواد. این یه باید معجزه بشه، یعنی فقط معجزه است که برای سرنگونی نظام رو کجا میبینید؟ مثلا متوجه هستین اینا خیلی چیزایی میان میگن بر علی هم دیگه بدون سند و مدرک. اگه چیزی میگین با سند بیان بگین. برافو. مثلا خیلی ها میگن که فلانی اطلاعاتی، فلانی فلان، فلانی بیساره. خب اگه این چیزا رو میگین سند بیارین نشون بدین. خب همینطور حرف باد هوا، با هم دیگه دعوا، بعد دعواها رو میارن تو تلویزیون میگن، تو اینترنت با هم دیگه اصلا بعد مردم رو ناامید میکنن. درست. من میخوام بگم که سرنگونی رژیم دست خداونده. آمین. و دست مردم ایرانه. برافو. برافو. دست اپوزیسیون خارج از کشور نیست. دست مردم ایران. اگه مردم ایران میخواستن مستقیما به اپوزیسیون نگاه کنن که اصلا من ببخشن از یه حرف، باید میافتن میمردن، چون به این که نگاه میکنی اصلا مایوسی دیگه، یعنی همه چیز ریخته به هم دیگه. خوشبختانه مردم خیلی نگاه اپوزیسیون نمی کنن، مردم خودشون نگاه کن. یه کشوری که میخواد عوض شه باید مردم این کشور بخواد. نه امریکا میتونی بیاد ایران عوض کنه، نه شوروی، نه چین، نه یه کشور دیگه، خود مردم هستن که تصمیم میگیرن. حالا اپوزیسیون باید یه اپوزیسیونی باشه که بتونن هدایت کنن مردم رو. ولی امروز من میبینم متاسفانه این همه درگیری بین اپوزیسیون هست که اینا نمیتونن مردم رو هدایت کنن. باید اول بیان خودشون هدایت کنن، بیان درون خودشون رو درست کنن که بعد اطمینان مردم رو جلب کنن. هیچ اپوزیسیونی الان وجود نداره که
مثلا تمام مردم دنبال این اپوزیسیون باشن، یه عده دنبال یه گروهن، یه عده دنبال یه گروه دیگه هستن، یه عده دنبال شاهزاده محترم هستن، یه عده دنبال ریستارتن، یه عده دنبال آقای فخرآورن. گروه هم تفرق دارن. یه عده مثلا هیچ کدوم قبول ندارن، ما میگیم هیچ کدوم قبول ندارن، ما یه لیدر از تو درون خود ایران ما میخوایم. حالا یک چیزی که خیلی مهم هست و خوب هست و من اینو قبول دارم که هدایت اپوزیسیون باید یه چیزی باشه مثل قانون اساسی. قانون اساسی باید هدایت کنه، قانون اساسی باید ریشه باشه، باید اون سر اون کوه، اون بالای قله باید قانون اساسی باشه. حالا اگه قانون اساسی وقتی هست، قانون اساسی درست هست، اون قانون اساسی میتونه مردم رو حمایت کنه و هدایت کنه. البته قانون اساسی بعد از فروپاشیدن رژیم. بله. الان که ما نمیدونیم چی بگیم، الان فقط یه معجزه احتیاج هست. اون معجزه فقط با دعا درست آمین. میشه. آمین. حالا بعضیا اعتقاد ندارن، با ما میخندن، میگن این مسیحا دیوانن، اینا چرت و پرت میگن، اونا فلان هستن. حالا ما هر کیم با ما میخنده، باز ما به اونم احترام میذاریم. مسیح میگه حتی به دشمناتون احترام بذارین. حتی دشمناتون رو دوست داشته باشین. کسانی که مخالف ما هستن، ما بهشون احترام میذاریم، دوستشون داریم. برای همونم که تو ایران هستن دعا میکنیم، برای همون رژیم هم که یه روز ممکنه قلبشون بدن به مسیح خیلی از اونها. حالا بعضی ممکنه میگن بخندن، بگن آره این آدم جمهوری اسلامی حرفا رو پس میزنه، به من بچسبونن اینها. ولی من میخوام بگم من میدونم که خیلی ها این کارو نمیکنن، ولی خیلی ها از همین آدمهای رژیم و آدمایی که درون رژیم هستن، خیلی از اینا میان و قلبشون مسیح میدن، میان به طرف خدا. آمین. چون نجات در مسیح، نجات در عیسی مسیح است حقیقتا. و من چرا اومدم با شما؟ خیش. اومدم که با هم دعا کنیم. آمین. که خداوند یه فرجی کنه. حالا بالاخره که تمام کلورت ها رفت نشده، بالاخره یک تکه ای از کلورت ها رفت بشه. آمین. که بالاخره اینا بتونن بشینن سر یه میز با هم دیگه. اپوزیشن جوری هست الان، اپوزیشن ایرانی، که حتی حاضر نیستن با هم سر یه میز بشینن. حالا قسمت بعدش رو که ما نمیگیم ده. که بیان با هم متحد بشن، حتی حاضر نیستن همدیگر رو ملاقات کنن، سر یه میز بشینن. اصلا متنفرن خیلیشون. تو وقتی اینجوری هست، به نظر من این مشکل خیلی بزرگه ده. که فقط باید با دعا و با روزه و با صحبتایی که با اینا میشه، یه مقدار قلبشون نرم بشه، بالاخره بیان با هم نزدیک بشن. با فیض خواهش شما رو کمرو میگید. ولی نگاهت میخوام ببینم برای خود سرنگونی نظامو کجا میبینی؟ یعنی الان اصلا ما کاری به اپوزیسیون نداریم. نگاهت میدونم، حالا نمیخوام اینجا گفتی باز نکنم، چون تخصصی که شما دارید میتونید این نگاه داشته باشید. نگاهت نسبت به شرایط الان کجا میبینی ایرانو برای سرنگونی؟ من خودم به نظر خودم، با تحریما و همه این به نظر خودم، من مخالف حمله نظامی با ایران هستم. این من اینو من شخصا مخالف. به نظر من احتیاجی به حمله نظامی هم به ایران نیست. این تحریمایی که الان شده، سیستم بانکی هم بسته شده، نفت از ایران نمیخرن، هند اومده خیلی کم کرده خریدشو، چین کم کرده، کره شمالی، کره جنوبی اصلا نمیخره نفت از ایران، خیلی از کشورهای اروپایی بودن بیزنس ها رو تو ایران بستن، و این اتفاقایی که داره میفته بالاخره فشار زیادی رو رژیم هست. و به نظر من اثر تحریم ها از همین برنامه هایی که دولت ترامپ داره انجام میده، این برنامه ها حد اکثر 3 ماه 4 ماه 5 ماه نمیتونه رژیم دووم بیاره. یعنی سیستم اقتصادی فرو میپاشه وقتی مردم هم ببینن که اینجوری هست. یعنی نه به خاطر اینکه این سیستم آخری میان میان که این دولت ترامپ این تحریم ها رو میکنه بر علیه مردم ایران، این دروغه، بر علیه مردم ایران نیست، این بر علیه رژیم است. دولت اوباما این همه پول داد به رژیم جمهوری اسلامی، 150 میلیارد اونجوری، 2 میلیارد کش، اینقدر پول اومد رفت، ولی این پولا خرج اکونومیک ایران، تو اکونومیک ایران نیومد، خرج ملت نشد. این پولا رفت اسپانسر شدن، پولا دادن به سوریه. ما خودمون زلزله زدگان داریم، کلی مشکل داریم، اینقدر خونه خراب شده اینقدر، ولی ما میریم برای سوریه خونه میسازیم، میریم برای لبنان میسازیم، میریم فینانس میکنیم سازمان های تروریستی رو مثل سازمان جهاد، سازمان حزب الله، خیلی سازمان دیگه. پس این پولایی که میاد خرج مردم ایران نشده. بعد میگن ترامپ اومده مردم ایران تحریم کرده، نه، رژیم مردم ایران تحریم کرده. مگه پول نیومد؟ این همه پول اومد وقتی اوباما بود. پس چی شد این پولا؟ پس شما خودتون تحریم کردین مردمو، نه دولت خارجی.
مسلم. همین الانم هر چی پول برسه به دست ایران مگه چقدرش به دست ملت میرسه؟ تو اکونومیک ایران میاد، تو شهرسازی وارد میشه، بیمارستان ساخته میشه. بیمارستان ایران تو وضع اسفناکی هستن. ما دارو نداریم، ما بیمارستان نداریم، ما کلی مشکل داریم. ده. تو آموزش پرورش، تو مسائل چیز مریضا، بیمارستان ها، ما همه جا مشکل داریم. مشکل همین امروز که نیست، مشکل اون زمانم که برجام بود این مشکل ها بود. بله. پس دولت برد. امریکا مردم ایران تحریم نکرده. دولت امریکا اومده رژیم رو تحریم میکنه. بله. ولی بالاخره اینا رژیم از خودش دفاع میکنه، میگه نه خیر، دولت امریکا مردم رو تحریم کرده. پس دوباره برمیگردیم به این جایگاه توی این فاصله کمی که البته ما وقت داریم، میخوام برسم به این نتیجه که با توجه به تجربه شما و میدونم اطلاعاتی هم شما دارید که به من قبل از برنامه گفتید صلاح نمیدید در این رابطه الان صحبت بشه، ما برمیگردیم به این که هموطنان عزیز ما که در ایران هستن میباید یک دل بشن، اونها باید در مرحله اول یک دل بشن، این اتحاد داشته باشن و بتونن میلیونی بریزن بیرون. دیگه نه که 10,000 نفر 100,000 نفر بریزن. حتی ما شاهد هستیم در کتاب مقدس، خداوند وقتی که موسی رو انتخاب میکنه، خدا نمیگه موسی تو برو قوم اسرائیل آزاد کن، میگه به قوم اسرائیل بگو که شما آماده باشید، بیایید همه با هم بیاید بیرون. یعنی حتی خداوند به موسی میگه به مردم بگن که مردم در اون شرایط چیکار کنن، قربانی دادن، حتی طلا و جواهرات رو برداشتن آوردن و راهی هم که میخواستن برسن تا کنعان زیر 40 روز بود. اما چون اون مردم در اتحاد با خدا نموندن، ما دیدیم که 40 سال زمان بود. پس این که مردم باید بخوان این چقدر مهمه. الان هم ما 40 ساله، من فکر میکنم اگه از همون ابتدا ملت ایران این به این ادراک رسیده بودیم، هممون، منم جزو همون ملت هستم، رسیده بودیم که حقیقتاً این مذهب، مذهب خدا نیست، خدایی رو که به عنوان الله معرفی میکنن خدای حقیقی نیستش و تمام این موقعیت که نظام اسلامی درست کرده یک بازی بیش نبوده، با هم یک دل میشدن و در حضور خدا مانند مردم نینوا که میگه روزه گرفتن و در روزه قرار گرفتن، شهری که باید از بین میرفت، کشوری که باید از بین میرفت، اما وقتی اخطار یونس به اونها رسید، اونها با هم متحد شد و پادشاه روزه گرفت و خداوند اونها رو بخشید. و الان ما جایگاهی هستیم که ملت ایران امروز به این آگاهی رسیدن، بپذیرن و هوشیار باشن که دوباره اعمال مذهبی که باعث گناه میشه، باعث بت پرستی میشه، دست بردارن و با همگی در حضور خداوند توبه کنن و به خدای حقیقی و یهوه ایمان بیاورن. حالا اگر باور دیگه هم دارن داشته باشن، اما در اتحاد بیستن در برابر نظام اسلامی، این اتحاد رو داشته باشن، 100% ما در برابر سرنگونی نظام اسلامی خواهیم رسید و ایران عزیزمون رو پس خواهیم گرفت. آمین. عزیزی مطلبی هست این رابطه؟ نه، میخواستم دعا کنم برای لطف میکنم یه دعایی با هم داشته باشیم در رابطه با ایران و مردم. آمین. ایران خواهش میکنم. خداوند دعا میکنم به نام عیسی مسیح که این مسائلی که در ایران هست بدون خونریزی به انجام بپیونده. خواهش میکنم که خون مردم ایران ریخته نشه خداوندا. تو خدای با حکمت هستی، تو خدای پیروزی هستی، پیروزی از آن توست خداوندا. من دعا میکنم که اراده تو انجام بشه در ایران و برای کشور عزیز ما. خداوندا دعا میکنم برای تمام مسیحیان ایران که زیر جفا هستن، خداوندا به اینا برکت بده، اینا رو حمایت کن خداوندا. مسیحیانی که در ایران در زندان هستن، در جفا هستن، این فشار از کشیشا، اعضای کلیسا، خداوندا بهشون برکت بده که دست همیشه در زندگی این عزیزان باشه. آمین. به نام عیسی مسیح دعا کردم. آمین. آمین. آمین که با ایمان هموطن عزیزم بپذیر و قبول کن. خدایی که جهان رو زیبا آفریده، خدایی که وعده داده که نگاهی به کشور عزیزمون ایران داره مطابق کتاب ارمیا 49 که اعلام میکنه در روزهای آخر ایرانی ها آواره جهان خواهند شد و میبینیم هیچ کجای جهان نیست که ایرانی نباشه. میگه در انتها قدرت تاریکی رو خداوند خواهد شکست. قدرت تاریکی همین نظام اسلامی هست، شکسته خواهد شد و خداوند ایرانی ها رو بر میگردونه در سرزمین ایران تا بر قلب ایرانی ها سلطنت کنه. خودتو کم نبین، خدا با تو کار داره. امروز هم تمام ایرانی هایی که از ایران اومدن بیرون، اگر تخصصی دارن، اگر دلسوزی دارن، اگر دانشی دارن، این رو بدونن که خداوند اونها رو فراخونده. دوباره برگردیم به سرزمین عزیزمون ایران تا
تا ایران رو آباد کنیم. قبلا هم خدمتتون عرض کردم سازمان ونگارد پیس میکرز که هدفش این هست، در از سازمانی هستش که پیام صلح رو میده، پیشتازان صلح هست. هدفش این هست که بعد از سرنگونی نظام بتونیم در کنار همدیگه بیسیم برای دست یاری به معتادین که اونها ترک اعتیاد کنن، بچه‌های خیابانی، خانواده های بی سرپرست، زن های بی سرپرست که توی خیابون های ایران متاسفانه هستن. چیزهایی رو که خداوند حدود میشه گفت 16 سال پیش با قلب من صحبت کرد انقدر وخیم نبود در ایران، الان میبینیم شرایط این گونه شده. اگر دل تو هم وطن عزیزم این گونه هستش، حتی اگر به مسیح ایمان ندارید اما این دل رو دارید، میتونید روی سایت ما برید pwoc.church، اونجا قسمت عضویت هست، بنویسید تخصصتون رو، بنویسید، با شما عزیزان تماس خواهیم گرفت تا بتونیم برای آبادانی کشور عزیزمون نیز مفید باشیم. سپاسگزارم از اتاق فرمان یاسر عزیزم، سپاسگزار هستم از برادر عزیزم که توی این فاصله کم ما دعا میکنیم عزیزم. مرسی مرسی. برادری پر از عشق، پر از محبت که واقعا خدا رو دوست داره و مردم ایران رو دوست داره. حتی مطالبی رو با من ایشون صحبت کردن ولی گفتن صلاح نمیدونم توی برنامه بگم. آزادی ایران نزدیکه، سرنگونی این نظام اسلامی بسیار نزدیک هستش و مطمئن باشید که روزی خواهد اومد که خبر خوش نجات از تمام رسانه ها خواهید شنید، همچنین از رسانه ما. عزیزانی که دست یاری دارید و تلویزیون امید جاودان، خوشحال میشیم که بازم روی سایت ما برید، هر مقداری که براتون مقدور هستش این شبکه رو لطفاً یاری کنید تا بتونیم خدمات خودمون رو گسترده کنیم. اگر مطلبی هست شما در انتها، با امید خدا در هفته آینده هم نیز روزهای آتیه قول میدم که با برادر عزیز باشیم. بازم تشویقتون میکنم هموطنان عزیز، همین یک شنبه از ساعت 1 بعد از ظهر در خدمت شما هستیم در کلیسای فالبروک و ضمناً 23 دسامبر نیز جشن کریسمس داریم. خوشحال میشیم تشریف بیارید در کنار برنامه ها و جلسه که داریم برای کریسمس، برای نهار نیز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. فیض خداوند عیسی مسیح با شما عزیزان باشد و بماند تا ابد الاباد. آمین آمین آمین. مرسی. فقط عشق میتونه نجاتم بده، اونم عشقی که از تو تو قلبمه، دارم عاشقونه صدات میزنم، نجاتم بده از تو اینم همه. دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو، چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو. دلم دست به دعاته، چشم همش براته، خدا به هم نگاه کن، امیدم به نگاته. دلم دست به دعاته، چشم همش براته.